يك فرضي عمومي ممكن أتخذها كده. فرضي عمومي هو فرضي سياسي ها فرضي اجتماعي ها فرضي فرهنگی ها مجموعی نظام نفرشون زمان یک فرضی عمومی برای کار سندیکایی و پیشبار کار سندیکایی ها مسلمان اگر یک فرضی عمومی دموکراتی بوده داشته باشه یک فرضی که در آن دموکراتی باشه سر در سندیکا ها میتونن خوب آزادانه تر بهتر عمل بکنن. حالا من یعنی بجنبنده بکنم اینجوری مسلمان اگر ما بپذیریم که تو آموزش ما دیگه و آموزش هایی که ما داریم دیگه سندیکا یک نهادیست که خودش یکی از آموزش دهندگان دموکراسیه، چون سندیکا در اصل اولش برابری حقوق یعنی در سندیکا هیچ کسی با هیچ دین و آیین و مسلک و مذهب و نژاد و فلانی بر دیگری برتری نداره، دقیقا مثل اعلام جهانی حقوقش در سندیکا هیچ کسی اولویت بر دیگری نداره، حتی اگه 100 میلیون در ماه بیاد کمک مالی هم بده فقط میارش، همه حق انتخاب شدن دارن، همه حق انتخاب کردن دارن، در سندیکا همه میتونن کاندیدا بشن برای هر یکی از پست‌هایی که در سندیکا هست و با رأی جمع انتخاب بشن یا نشن. حالا اون فضای عمومی که من میگم اگه یه حکومتی باشه که حد اقل به مظاهر قانون اساسی که در فصل سوم قانون اساس جمهوری اسلامی از رعایت کنه، تمام 80% مسائلی که در اعلام جهانی حقوق بشر یا قانون اساسی کشور پیشرفته مثل فرانسه بلژیک اینجا هست توی اینم هست، منتها یه فصول دیگه بهش اضافه شده که خود اونا شده ناقض این مشکل رو ایجاد کرده که این تناقض در جامعه ما در مراکز تصمیم گیری وجود داره. به لحاظی که امروز این اتفاق برای مبتدین فرد و خورد و این نرم و شرف و ناخون مسلمان به زده اون کسایی که نظم اجتماعی و امنیت اجتماعی برهم بکنن اون که اگر اون جمع انتخابات ریاست جمهوری ها یه طرف یه فضای خوب خاص مملکت داره، از یه طرف هم این بردهی که تو منطقه ای ما الان حاکم شده که حضور بلاخره آمریکا تو منطقه هست، حضور نیروهای تروریستی در افغانستان را همون بن لادن و ملا عمر گیر نیفته و هنوز زرقاوی که یه نیفتاد عملیات تروریستی هنوز وجود داره، یعنی یه مقداری کل منطقه ما هم الان دستخوش هیجانات و این سری بحران ها هستش تصمیم نشد. این هست که اگر تر کشور ما یک اتفاقاتی بخواد بیفتد که یک وضعیت بحرانی و کور رو ایجاد بکنه جودش به چش همه میده، اول از همون زحمت کشه بدر میکنه، چرا؟ چون پناهگاهی ندارن، اونه که اعیان و اشراف و قدرت هست شاید بیده زمین دیگه مثل پناهگاه بوچونی داشته بوده، ولی آدم کارگر و دهقان و زحمت بیده که جایی نداره پایین جایی اول همه هر جنگ یه چیزی که اونو فردن میریده دو مهندس در فرضایی حالا بیایم چون خیزه ریاست جمهوری که الان مطرح شده مثلا من بمان نظر شخصی اینجا رو صحبت میکنم فقط فرد خودم، ما 8 سال تمام پای نده اصلاحات و رایدان باید خاتمه و مجلس ششم اینا رو بایستادیم کمک کردیم هم هم قبلشم که دیگه جنگ بود و جاور سازندیم فتون یک تو جدا ناجد متاسفانه خیلی از چیزایی که میخواست بشه نشد، با اینکه این همه مردم پشتیبانی رو کردن، مجلس ششم هم بود هم اول شوراها هم بود ولی جواب ند. چرا جواب من به نظر من به این خاطر که یک نیروهای هستن که از نیروهای قانونی بالاتر عمل میکنن و یک مسائلی ما خودمون در قانون اساسی اون است که این خودش یک گیروداری داره که مثلا رئیس جمهوری که منتخب مثلا 22 میلیون رأی در برابر یه نهادی که اصلا شاید هیچ رأی هم نداره این قدرتش کمتر از اونه، این مشکل ایجاد میکنه. حالا در چه شرایطی خود شخص من فردی خودم رو بگم به سندیکا یا فیاد مؤسسین اصلا ربطی نداره، به نظر خود فردی به عنوان یک شخصیت حقیقی نه حقوقی اینجا که میگم من میگم زمانی من در این انتخابات شرکت میکنم که یک آزاد باشه، دو عادلانه باشه، سه قانونی عمل شه. آزاد یعنی چی؟ یعنی این مسئله نظارت استثباری باید هست بشه، معنی نداره که یک کسی دیگه بیاد واسه یه عده دیگه تصمیم بگیره آقا به این رای بده یا رای نده، این همون شوراها دیگه ما الان واسه چی شورا رو قبول نداریم؟ چون شوراها با نهاد جهانی نمیخونن، چون شوراها یه هیئت تشخیص مطالعه درست میکنن، یکیش مال کارفرمایی، یکیش مال ادارکار، یکیش مال کارس، یعنی سه نفر میان اینجا، سه نفر اصلا وقتی بینه نداره، چون کارفرما باید بره چون اتحادیه کارفرماییش نداره اینجا، فقط خود کارگر با نهاد خودش انتخاب کنه،
آره تشخیص صلاحیت مثلا نگران اون شده همین درسته. خب مردم هم هزار تا کالج و مردم میشناسن بچه نمیدن باید کسی که بفهمه میتونه رای بده. پس این آزاد نیست تا موقعی که اینها میان و صلاحیت ها رو تایید و رد میکنن. این به نظر من اصلا به عقل خود من شخصا گیر در نمیاد. حالا جدا از قاموس های جهانی هم دور دومیش مثلا عادلانه باشه، یعنی رادیو تلویزیون امکانات رسانه عمومی که از کنترل برنامه که فیش برنامه رو داره 150 تومن هم چقدر از همه ایرانی ها کم میکنه باید به همه اینا رو برنامه بده. ولی خب این عادلانه نیست. رادیو تلویزیون فقط یه خط نش مجرد افرادی که دور و بر خودشون از یه تیم واحدن از اونا برطرفداری میکنه، به همه مردم تریبون مساوی نمیده. پس اینجا میتونیم بگیم در یک بخشی از کشورها متأسفانه نهادهایی هستن که عادلانه رفتار نمیکنن. پس این آزاد الان نیست، عادلانه هم نیست. شق سومش چی که من گفتم خدمت شما، گفتیم این به اصطلاح باید قانونی باشه، ولی الان قانونی هم نیست. شما نکنید چون انتخابات مجلس هفتم آقای خاتمی با اینکه رئیس جمهور بود گفت من این چنین انتخاباتی که غیر قانونی و غیر عادلانه باشه برقرار نمیکنم، برگزار نمیکنم به عنوان قوه مجریه. ولی ببینید چه اتفاقاتی افتاد که تمام حیثیت رئیس جمهور که این همه ما دوست داشتیم متأسفانه یه جوری لکه‌دار شده، چون مجبور شد بکنه این کار رو و یه نقطه منفی بود. الان هم اینه، اگر این مسائل خوب نباشه مثلا بهترین این کاندیدا مثلا یه آقای مهم مثلا به عقل من یه شخصی من خب چه فایده ما این آقای آمونین هم به 20 میلیون دیگه در بودی مثل خاطر حتی انتخاب هم بشه. خب تازه میشه اون که آقای خاتمی اومد توی 16 آزاد به جواب دانشجوها رو داد تو دانشگاه دیگه سوال کردن رو داشت که چه عقب نشینی کردی فلان یه اینا آخر فکر کنم آقا رئیس جمهور در حد یه تدارکاتچیه توی مملکت. خب دیگه تدارکاتچی رای دادن داده، تدارکاتچی رو به چایی بیاره ماشین بیاره فلان بیاره اینجا رای نمیخواد که میشه این یک کاریگر یا استفادهش میکنه. پس اصل قضیه اول شرایط عادلانه باید باشن، شرایط آزاد دموکراتیکی باشن تا ما بتونیم رای بدیم. حالا دیدیم شده همه شرط هم یه روزی اصلا به وجود اومد، الان وجود هم آزاده هم قانونی هم عادلانه. ما کارگرها از چه موضعی رأی خواهیم داد؟ باید بیان این کسانی که کاندیدا میشن تک به تکشون ما گفتگو بکنیم، صحبت کنیم. آقا زمانی ما به شما رأی میدیم که مقابل نامه های بین المللی بپذیری، تضمین بدی اگه رئیس جمهور شدی انجام میدی، آزادی های سندیکالی رو انجام میدی. زمانی به شما ما رأی میدیم که بیای حقوق طبقه کارگر رو همونطور که در همه کشور پیشرفته به رسمیت شناخته شده به رسمیت بشه، یعنی یه سری تضمین بدیم. الان مثلا ما تو روزه میخوندم نماینده های کرد اومدن مثلا 15 تا خواسته مطرح کرده که هر کسی که از این کاندیداهای رئیس جمهور این 15 تا خواسته رو قبول بکنه مثلا ما رو رأی میدیم، که مثل اینکه تنها کاندیدی که این خواسته رو مثلا قبول کرده آقای مهم بود. این در یه چیز دنیا الان در رفته با آقای دیشانی که در خانه کارگر بوده به مال انجمن های سنفی این آقای صادقی گفتی شما اشتباه کردی رفتیم حمله کردیم به سندیکا و سندیکایی ها رو زدیم و اینها، این خیلی کار بدی بودی کردیم شما، چرا سندیکایی رو مورد حمله قرار دادیم؟ اینا غیر رسمی این خبر که ما شنیدیم گفته که حسن صادقی حالا اقا بلا شکایت هم بکنن دستشون به جای برمیسه ما پشتون واقعی را همشه بود افسان جامعی هم هیچ کسی با ما نمیتونه کاری کن ما کردیم که کردیم. حالا ما اصلا میخوام به یه نوعی یه نامه یه چیز دیگه نگیسیم، حالا با دوستانمون هم مشورت بکنیم آیا بنویسیم آیا ننویسیم، ولی من به عنوان یک شخص میخوام سوال کنم فرد خودم، نه به نام هیچ تشکیلاتی نه به نام جریانی.